آی بچه های تهران و سایر شهرهای ایران، زندانی های مقاوم امانت ما و خلق ما هستند. مبادا فراموش کنید. به ترتیباتی که خودتان میدانید و بهتر میدانید، نباید که زندانیان ما گرسنه و بیمار بمانند. سلام علیکم بما صبرتم. و پیام من به زندانیان مقاوم، یک کلام بیشتر نیست، نه از خودم که از قرآن میگویم. فاستقیموا الیه و استغفروه و ویل للمشرکین. پس استقامت کنید در راه او و در راه خلقش. و استغفروه و وای بر مشرکین، وای بر این آخوندهای مشرک و ضد خلق و توحید. بله، فاستقیم الیه. گمان نکنید که تنها و بی کس و کار هستید، نه، در هر سلول و در هر زندانی که هستید، مردم ایران و افکار عمومی جهان با شما هستند تا به آخر. و بدانید که از جرق حریق برمیخیزد. آتش فشان ملت ایران بود، آتش گدازان و سوزان برای آزادی. Light triumphs over darkness. Well, isn't this a time to make a bonfire? A bonfire of theocracy, a bonfire of abuses of human rights, a bonfire of the treatment of women in Iran, a bonfire of the way that religious minorities and political minorities are discriminated against, suffering torture, to make a bonfire of all that is gone in the past and to give the wonderful people of Iran, this one of the most civilized nations in the world, the freedoms, the human rights to which they aspire. The great Justice Jackson, who was the chief prosecutor at Nuremberg, once put it this way: those who begin coercive elimination of dissent soon find themselves eliminating dissenters. Compulsory unification of opinion achieves only unanimity in the graveyard. In more recent years, we created the International Criminal Court. What was the purpose of all that? It was not only to punish the perpetrators after the crimes had been committed, but it was designed to prevent genocide and to prevent crimes against humanity and to prevent the kinds of things that we're seeing happening in Camp Ashraf and Camp Liberty by holding the sword of Damocles, the sword of justice, over the heads of those perpetrators. We have a big fight, a big challenge against the powers of darkness, ladies and gentlemen. But as many people have said today, the dawn is coming. The day will come, and let's finish on this note, when Khamenei and Nouri al-Maliki will be standing shoulder to shoulder in the dock at the European Court of Human Rights, charged with crimes against humanity. I will not rest easy until I see them in that court. جلوگیری از ملاقات خانواده‌ها با زندانیان سیاسی انتقالی به سلول‌های انفرادی. استقرار حفاظت اطلاعات سپاه در بند 350 اوین برای جلوگیری از درز اطلاعات در مورد جنایات دشخیمان. فراخوان مقاومت ایران به تحقیقات مستقل بین المللی درباره جنایت ضد بشری در زندان اوین.
هشدار نسبت به کشتار زندانیان در قزلحصار کرج. صدها تن از مزدوران گارد ویژه سرکوب سالن 3 بند 2 زندان قزلحصار را محاصره کردند. دشخیمان زندان اوین امروز دوشنبه اول اردیبهشت از ملاقات خانواده ها که طبق روال همیشگی روز دوشنبه برای ملاقات با عزیزانشان مراجعه کرده بودند، با آن دسته از زندانیان سیاسی که در یورش وحشیانه 28 فروردین به سلولهای انفرادی منتقل شدند، جلوگیری کردند. هدف پنهان کردن آثار ضرب و شتم و جراحت‌های وارده بر این زندانیان است. از سوی دیگر زندانیان بند 350 دروغگویی‌های اسماعیلی رئیس جنایتکار سازمان زندان‌ها را که روز یکشنبه مدعی شد شماری از خانواده‌ها با فرزندانشان ملاقات کردند را تکذیب کردند و اعلام کردند که روز یکشنبه هیچ ملاقاتی بین خانواده‌ها و زندانیان بند 350 اوین صورت نگرفته است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت در یکی دیگر از سلسله اطلاعیه‌های مربوط به پیامد حملات دشخیمان خامنه‌ای به زندانیان سیاسی اعلام کرد رژیم آخوندی برای اعمال فشار و کنترل بیشتر بر زندانیان سیاسی بند 350 اوین و جلوگیری از درز اطلاعات، پاسداران حفاظت اطلاعات را در این بند مستقر کرده است. اقدامات جنایتکارانه پاسداران و ماموران اطلاعات با زندانیان به قدری فجیع بوده که سرکردگان و کارگزاران رژیم از افشای آن به شدت وحشت دارند و به نحو ابلهانه‌ای تلاش می‌کنند وقایع پنج شنبه گذشته در اوین را تکذیب کنند. کوچکزاده یک عضو مجلس ارتجاع روز یکشنبه 31 فروردین به خانواده‌هایی که در اعتراض به رفتار وحشیانه با زندانیان در مقابل مجلس جمع شده بودند گفت: اینها اخباری است که شما از رادیوهای بیگانه شنیدید و همه اینها دروغ است. این کاری که شما در حال پیگیری آن هستید کار سیاسی است. در کار قضایی باید سند و مدرک داشت. شهادت زندانیان هم چون به نفع خودشان است پذیرفته نیست. یادآوری می‌کنیم که روز پنجشنبه ماموران اطلاعاتی و پاسداران با یورش به بند 350 اوین زندانیان سیاسی، حتی زندانیان 70 ساله را با باتوم و مشت و لگد وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار داده و با رکیک‌ترین الفاظ به فحاشی و تحقیر آنها پرداختند و حتی مجروحان و مصدومان را از رسیدگی‌های پزشکی محروم کردند. پس از این حملات 32 تن از زندانیان را با چشمان بسته به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. در جریان این انتقال زندانیان را از میان دو صف از دشخیمان جنایتکار عبور می‌دادند که آنها را از چپ و راست با مشت و لگد و باتون مورد ضرب و شتم قرار می دادند. زندانیان سپس به سلول‌های انفرادی بند 240 منتقل شدند که در آنجا نیز برخوردهای وحشیانه پاسداران و عوامل اطلاعاتی رژیم ادامه یافت. مقاومت ایران، دبیر کل، کمیسر حقوق بشر و دیگر ارگان‌های زیرربط ملل متحد و عموم سازمان‌های حقوق بشری را به محکومیت قاطع این اقدام‌های جنایتکارانه فرا می‌خواند و خواستار یک تحقیق مستقل بین المللی درباره این جنایت ضد بشری است. درباره حمله دشخیمان به زندانیان سیاسی اوین توجه شما را به مصاحبه‌های ابوالحسن و ابوالفضل فولادوند، برادران زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند در بند 350 اوین جلب میکنیم. سلام میکنم به شما و بینندگان عزیزتون و با تشکر از این فرصت و امکانی که به من دادید. همونطور که حتما خودتونم تو خبرها شنیدید، اینا روز پنجشنبه قبل از ظهر به بند 350 حمله کردن. تعداد خیلی زیادی از زندانی ها رو به قصد کشت شکنجه کردن. حدود 20 نفرشون رو به مکان نامعلومی بردن که از سرنوشتشون خبری نیست فعلا. برادر من ابوالقاسم فولادوندم یکی از همین زندانیا بوده که فعلا ازش بی‌خبره. ایشون فکر می‌کنم حدودای خرداد سال گذشته دستگیر شدن بدون هیچ اتهام موجهی. حدود فکر کنم 18 سال اینا بهش زندان دادن، اونطوری که
خود اینا اعلام کردن و حالا هم که زیرشکنده است. خودشون میگن برای بازرسی سلول ها بوده، حالا چطور بازرسیه که به ضرب حتل موت زندانی های بیدفاع منجر میشه؟ خب حالا تو به کسی پوشیده نیست آخوند، یعنی همین. اما اینکه بعد از اون حمله و هجوم وحشیانه به زندانی ها و بعد از روبرو شدن با موج اعتراضای داخلی و بین المللی میان و اصلا قضیه رو از اساس منکر میشن، اینم باز یک بازی پیش و پا افتاده یه آخوندیه که از امام دجالشون یاد گرفتن که میگفت مجاهدین خودشون رو شکنجه میدن، بعد میان میگن ما رو شکنجه کردن. به هر حال از این نکات که بگذاریم، اون چه که مهمه مقاومت و پایداری مردمیه که با دست خالی و در زندان زیر شکنجه هم از ایستادگی در مقابل آخونده و ظلم و ستمشون کوتاه نمیان. مهم اینه که میبینیم دیگه آخونده خبر هیچ جنایتی رو نمیتونن از مردم پنهان کنن. مهم اینه که بعد از این همه اعدام‌های خیابونی دیگه مردم نمیترسن و از حرفشون هم کوتاه نمیان. و بعد از این همه آیه یأس که آخونده تلاش میکنن از رسانه‌هاشون و از زبان مزدوراشون توی گوش مردم بکنن که مقاومت فایده ای نداره و از این قبیل حرفا، بازم اتفاقا از عمق سیاه‌چال‌های همین آخونده است که صدای اعتراض و مقاومت رو میشنویم. اتحاد و مبارزه زندانیای سیاسی رو میبینیم و مهم اینه که حتی خود دشخیمای اوین و به اصطلاح دادگستری آخونده هم تلاش میکنن برخلاف گذشته که به کشتن زندانی های بیدفاع به عنوان مثال تو سال 67 مثل همین خامنه قاتل اذعان و افتخار میکردن، حالا همگی سعی میکنن با لاپوشونی جنایتشون و با انکار حمله و هجوم به زندانی ها یا با گفتن این که ماموران بازرسی از ماموران زندان نبودن، پر از کجا بودن، هر کدوم گناه جنایت رو به گردن بغل دستیش بندازه تا خودشو از عواقب جنایت در ببره. به نظرم این چیز جدیدیه، کاری که رژیم پیش از این نمی کرد ولی این روزها به شدت بهش ظاهرا نیاز داره و خود این قضیه خبر از یک تغییر خجسته میده. به نظرم زندانی های مقاوم با این حرکتشون و با قبول سخت‌ترین شرایط و شکنجه ها تونستن این پیامو به مردم بدن که میشه جلوی آخونده ایستاد حتی با دست خالی، حتی وقتی که توی زنداناش اسیری، و میشه شعار مرگ بر دیکتاتور بدی و از حد خودت دفاع کنی حتی توی اون سیاه‌چال درست مثل اشکفیا. امیدوارم مردم قهرمانمون در کمک به این قهرمان‌ها و خانواده‌هاشون و در افشای این جنایت‌ها و در گسترش هرچی بیشتر حرکت‌های اعتراضی و مقاومت، هرچی بیشتر در برابر ارتجاع آخوندی، زمان تغییر رژیم و هرچه زودتر جلو بندازن. با تشکر از مجدد. سلام، من ابوالحسن فولادوند، برادر کوچکتر زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند هستم. برادرم همونطور که میدونید همراه با تعداد دیگه از زندانیانی که در اوین در بند 350 بودن توی حمله وحشیانه مزدورای خامنه‌ای و دولت اعتدالی این شیخک دجال روحانی شدیداً مجروح و مصدوم شده، بعد هم اون رو همراه با سایر زندانیان این بند بردن به انفرادی های اوین. الان من از سرنوشت برادرم که از پایه هم اساساً بی دلیل دستگیر شده بود و هیچ جرمی نداشته و به اصطلاح داشت توی زندان دوران محکومیتش رو میگذروند خبری ندارم و شدیداً نگران سلامتی و جان اون هستم. البته تو حکومت آخونده همه مردم ایران که به آزادی و عدالت فکر کنن مجرم و محکومن و خیلی واضحه که این قانون پایه‌ای تو رابطه مردم و این حکومت جنایتکاره. ولی اینکه الان زندانیان بیدفاع رو اینطوری وحشیانه و به قصد کشت کتک میزنن و بعدم حتی از پیکرهای مجروح و غرق به خون اونا هم وحشت دارن و اونا رو اجازه نمیدن مداوا بشن و میبرنشون به سلولای انفرادی، این خودش نشونه ترس و وحشت آخوندها از قیام مردم و همینطور از بازتاب مقاومت دلیرانه این زندانیان سیاسی بین مردمه. کمان که میبینید الان جوانها و مردم و خصوصا خانواده های قهرمان این زندانیان سیاسی با تجمعات خودشون چهره کریه این دولت به اصطلاح اعتدال رو که توی همین ده ماهی که سر کار اومده رکورد اعدام رو شکسته رو کردن و برای همه دنیا این شیخک رو افشا کردن. خود زندانیان دلیر هم توی سلول ها و توی زندان با شعار مرگ بر دیکتاتور خودشون
در واقع اون قصد رژیم رو که میخواست یک سکوت سیاهی در زندان‌ها حاکم بکنه رو در هم شکستن و به همه مردم نشون دادن که بله با دست خالی و حتی در بند و زنجیر این آخونده هم میشه دشخیم رو به زانو در آورد. الانم میبینید که این پیام بال در آورده و پشت دیوار زندان‌ها همین روزها در تجمعات خانواده‌های دلیری که دنبال احقاق حقوق فرزندانشون هستن موج میزنه و البته من مطمئن هستم که این اعتراضات و این جمعیت روز به روز بزرگتر میشه و این اعتراض گسترده تر میشه. به برادر خودم ابوالقاسم و همه زندانیان مقاوم دیگم افتخار میکنم و اجازه میخوام که به اونها این صحبت برادر مسعود رو یادآوری کنم که گفتن گمان نکنید که تنها و بی کس و کار هستید، نه، در هر سلول و در هر زندانی که هستید مردم ایران و افکار عمومی جهان با شما هستند تا به آخر و بدانید که از جرقه حریق برمیخیزد. بله ما هم این رو مطمئن هستیم، ما اشرفی ها و همه مردم ایران و همه اشرف نشان ها فقط و فقط با ایستادگی در مقابل این حکومت جانی و با همین کلید طلایی پایداری و ایستادگی که میتونیم قفل زندان آخوندی رو در هم بشکنیم و همه مردم ایران رو یک روز آزاد ببینیم. و در پایان باز اجازه میخوام درود بفرستم به همه زندانیان مقاوم از جمله برادر خودم ابوالقاسم و همه جوانان و خانواده های اشرف نشانی که این روزها بی محابا از حقوق فرزندانشون دفاع میکنند. موفق و پیروز باشید. مقاومت ایران همچنین نسبت به کشتار زندانیان در زندان قزلحصار کرج هشدار داد و اعلام کرد صدها تن از مزدوران گارد ویژه سالن 3 بند 2 زندان قزلحصار را محاصره کردند. در اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت در این باره آمده است به دنبال انتقال 6 تن از زندانیان قزلحصار به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم اعدام روز یکشنبه 31 فروردین 20 آوریل زندانیان سالن 3 بند 2 زندان قزلحصار کرج دست به اعتراض زده و مانع انتقال یک جوان 20 ساله به نام رسول طالبی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام شدند. در پی این اقدام زندانیان 250 تن از مزدوران گارد ویژه سالن 3 را محاصره کرده و تاکنون چند بار به این سالن حمله کردند اما موفق به بردن این زندانی نشدند. در این یورش‌ها دست کم یک زندانی به شدت زخمی شده که به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شده است. گفته می شود گارد ویژه مأموریت دارد که به هر ترتیب شده زندانیان را سرکوب کند. به همین خاطر مقاومت ایران نسبت به یک حمله خونین به زندانیان بی‌دفاع هشدار می دهد. شایان یادآوری است که در 24 اسفند 89 نیروهای سرکوبگر به روی زندانیان قزلحصار که به افزایش اعدام‌ها اعتراض کرده بودند آتش گشودند که شمار زیادی از زندانیان کشته و بیش از 100 تن مجروح شدند. زندان اوین هاکی است که خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به ممانعت از ملاقات آنها با عزیزانشان صبح امروز دوشنبه اول اردیبهشت در سالن ملاقات زندان اوین با سردادن شعار مرگ بر دیکتاتور زندانی سیاسی آزاد باید گردد دست به اعتراض زدند. ماموران سرکوبگر در وحشت از اوجگیری این حرکت اعتراضی کلیه افراد را به داخل سالن بردند و از تجمع نفرات مقابل سالن ملاقات ممانعت به عمل آوردند. ماموران اطلاعات آخوندی مانع ورود موبایل و دوربین فیلمبرداری و عکاسی به سالن ملاقات می شدند تا خبری از زندان به بیرون درز نکند. شماری از مادران شهیدان و ناپدید شدگان که توسط اطلاعات آخوندی رو بوده شدند و همچنین زندانیان سیاسی سابق برای حمایت از خانواده زندانیان سیاسی در محل ملاقات حضور داشتند. گزارش‌ها حاکی است که خانواده‌های زندانیان سیاسی برای برگزاری یک تجمع اعتراضی در مقابل دفتر آخوند روحانی در روز سه‌شنبه فراخوان دادند.
گزارش ها از بند 240 ابین همچنین حاکی است که دشخیمان کماکان از اعزام زندانیان سیاسی مصدوم ابین به بیمارستان ممانعت می کند. تعدادی از زندانیان با دست و پای شکسته هنوز در سلول های انفرادی به سر می برد. دشخیمان روز پنج شنبه زندانیان را هنگام انتقال به انفرادی در اتاقک های خاص شکنجه که هیچ دوربین مدار بسته‌ای در آنجا وجود نداشته مورد شکنجه های وحشیانه قرار داده و سر و دست زندانیان را شکستند. حال یکی از زندانیان به نام مهرداد آهنخواه بر اثر ضربات وارده وخیم است. در بیانیه منتشر شده توسط علی معزی، زندانی سیاسی دهه 60 و از اعضای خانواده های مجاهدان لیبرتی از جمله آمده است، در یورش وحشیانه گارد به بند 350 زندان اوین، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی، خونین و مجروح روانه بهداری اوین شدند. این حمله مزدوران دولت اعتدالچی، وقایع سرکوب کوی دانشگاه و قتل‌های زنجیره‌ای دوران دولت اصلاحاتچیان را تداعی می‌کند. در حالی که در اوضاع و شرایط فعلی دوران ارعاب و ارهاب به آخر رسیده، بلکه زمان عبرت و پشیمانی و ریزش عوامل حاکمیت جائر و جبار است، چه در داخل و خارج کشور کسی گول شیادی های اعتدال و اصلاحات را نخواهد خورد. همکنون هیچ گونه امنیت جانی برای زندانیان سیاسی، به خصوص آنها که به صورت پراکنده در زندانهای گمنام شهرستانها و در سالن‌های زندانیان روانی و خطرناک در تبعید می باشند، وجود ندارد و بعید نیست که دیکتاتوری حاکم قتل احتمالی آنان را به صورتهای دیگری وانمود کند. در چنین شرایطی شایسته بادا که هم میهنان و دانشجویان شریف آزاده، فعالان سیاسی و آزادی خواه، بستگان و آشنایان زندانیان سیاسی، شخصیت‌های علمی، حقوقی، مذهبی، فرهنگی و مطبوعاتی به مسئولیت اعتراضی خود قیام کنند تا ایران ما کشور حقوق بشر باشد، ورنه خاموشی گناه ماست و باید دلواپس فتنه هایی بود که تنها دامنگیر دیکتاتوری جبار و عواملش نخواهد شد، بلکه سکوت پیشگان آگاه را نیز در بر خواهد گرفت. درود بر همبستگی و پایداری به حق زندانیان سیاسی کشور. علی معزی، 3 فروردین 93، زندان مرکزی کرج. از سوی دیگر بنا به گزارشات منتشر شده، تعدادی از زندانیان زندان گوهردشت کرج از بندهای 3 و 4 زندان برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی بند 5 زندان منتقل شدند. اسامی تعدادی از زندانیان که صبح دوشنبه به سلول‌های انفرادی منتقل شدند عبارتند از علی اصغر کواکبی، هرمز رضایی، فرهاد ملا حسنی. گزارش‌ها همچنین حاکی است که طی 2 روز گذشته فقط از 2 زندان در تهران و کرج 9 نفر برای اجرای حکم ضد بشری اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.